یکی از شخصیت معروف دوران اشکانی سورنا از خاندان سورن بود که یکی از هفت خاندان مشهور در این دوره به حسابی اومدن این خاندان توی سیستان جایی که امروز در جنوب شرقی ایران قرار داره زندگی میکردن جالب اینجاست که اسم سورن توی زبان پهلوی به معنای نیرومند بوده و این خاندان به طور مروسی مسئول تاجگذاری شاه پارت بودند. مورخان قدیمی سورنا رو با صفاتی مثل قد بلند خوشسیما موهای بلند، خردمند، قدرتمند و شجاع توصیف کردند. جالب تر اینه که در بعضی از منابع گفته شده که سورنا مثل جنگجوهای قدیمی یه پیشانی بند هم به پیشانی خودش میبسته برخی از تاریخ نگاران هم اشاره کردند که سورنا با رستم دستان قهرمان معروف شاهنامه فردوسی شباهتهایی دارند. در واقع سورنا به نوعی نماد دلاوری و شجاعت توی تاریخ ایران به حساب میاد و خیلیها بهش به چشم رستم دستان نگاه میکنند حالا بریم سراغ داستان زندگی سورنا اون تو سال 82 پیش از میلاد در سیستان به دنیا اومد و در سال 53 پیش از میلاد درگذشت. پدرش آرش و مادرش هم ماسیس نام داشت. در کل اطلاعات دقیقی از دوران کودکی سورنا نداریم اما به نظر میرسه که اون در زمان حکومت ارود اول بزرگ شده در دوران پادشاهی مرداد چهارم اشکانی سورینا به مقام سپهبدی بودی رسیده که البته این جایگاه یک موفقیت بزرگ براش محسوب می شده بعدها در دوران حکومت ارود دوم سورینا فرمانده ی جنگ ایرانیان با روم شده این جنگ ها خیلی مهم بودن چون امپراتوری روم یکی از بزرگترین تهدیدهای زمان خودش برای اشکانیا بوده اینم اضافه کنم که میگن تو این دوره سورینا به قدری ثروتمند و روف شده بوده که بعد از خود شاه هشکانی از لحاظ شهرت و مقام در جایگاه بالایی قرار داشته یکی از نکات جالب درباره سورنا اینه که در مراسم تاجگذاری شاه به خاطر جایگاه ویژهش در خاندان سورن تنها کسی بوده که اجازه داشته کمربند پادشاهی رو برای شاه این یک نشانه از اعتبار و مقام بالای اون در جامعه اشکانی بوده سورینا همچنین نقش خیلی مهمی در اتحاد مردم سیستان داشته. اون تونسته بود مردم این منطقه رو برای حمایت از شاههشگونی در جنگ با روم متحد کنه. این اتحاد و حمایت باعث شد که قدرت نظامی ایران در برابر روم بیشتر بشه و نقش سورنا در تحولات سیاسی این دوره خیلی برجسته و قابل توجه باشه. به طور کلی، سورنا نه تنها یک سردار بزرگ، بلکه یک رهبر تاثیرگذار در تاریخ ایران به حساب میاد. حالا بریم سراغ داستانی که به یکی از جنگ‌های بزرگ بین روم و ایران مربوط میشه بپردازیم. اون زمان ژولیوس سزار، کراسوس و پومپه سه فرمانده بزرگ رومی بودند که به صورت مشترک سرزمین های روم رو اداره می کردن که بعد در تاریخ سوم اکتبر سال 56 قبل از میلاد تصمیم می گیرن به ایران حمله کنند. کراسوس که فرمانده شرق روم بود هدفش گسترش سرزمین روم به آسیا بود و میخواست به ایران و حتی به هند حمله کنه این جریان در دوران پادشاهی اورد دوم اتفاق افتاد که میشه بین سالهای 38 تا 58 پیش از میلاد کراسوس برای رسیدن به اهداف زیر بود به رویارویی با دولت ایران اون از طرف سنای روم برای این کارزار انتخاب شده بود و اول از همه استان سوریه رو که بخشی از خاک اشکانی به حساب می اومد رو تصرف کرد و در این کار دست به کشتار وحشتناکی هم زد بعد از این کراسوس در سوریه مستقر شد و شروع کرد به برپایی پادگان های در اونجا در این بین یک سفیر از طرف اورود دوم به نزد کراسوس میاد و از اون میخواد که خاک ایران رو ترک کنه اما سردار رومی خیلی محکم به این درخواست پاسخ میده و اعلام میکنه که به زودی سلوکیه رو هم تصرف میکنه سربازان رومی که از قدرت و مهارت جنگی سربازان ایرانی آگاه بودند خیلی از جنگ با ایرانیان میترسیدند پارتیها تیر و کمانهایی داشتند که رومیها با اونها آشنا نبودند و قدرت تیراندازی اونا به قدری زیاد بود که به راحتی میتونستند سربازان رومی رو از پای در بیارن. این اسلحه ها قادر به شکستن هر چیزی بود و هیچ وسیله ای نمیتونست باهاش مقابله کنه با وجود ترس و نگرانی سربازان روم کراسوس با قول همراهی پادشاه ارمنستان از رود فرات عبور کرد برای اینکه مبادا سربازانش عقب نشینی کنند، دستور داد که پل فرات را ویران کنند تا هیچ راه فراری برای اونها وجود نداشته باشه این تصمیم باعث شد که وضعیت برای سربازان رومی هرچه بیشتر دشوار بشه و جنگ به شدت خطرناکتر از قبل به نظر بیاد اونها حرکت کرده بودند تا نبرد بزرگی رو رقم بزنن نبردی با نام هران جنگ هران در شش می سال 53 پیش از میلاد شروع شد و یکی از نبردهای مهم تاریخ ایران و روم به حساب میاد. برای مقابله با این دشمن بزرگ ارتش ایران به دو دسته تقسیم شد. ارود شاه اشکانی به سمت ارمنستان حرکت کرد تا ارتواز پادشاه ارمنستان رو مجازات کنه در همین حال سورنا سردار بزرگ ایرانی به سمت عراق رفت تا با ارتش روم به رهبری کراسوس مقابله کنه گفتیم که سورنا از لحاظ نام و نژاد سیستانی و از لحاظ ثروت بعد از شاه مقام اول رو داشت و به دنبال این جایگاه سفر جنگیش هم خیلی مجلل بود طبق بعضی منابع او از هزار شطور برای حمل بار و تجهیزات خودش استفاده می کرد و دویست عرابه هم حرمش رو حمل میکردند علاوه بر این هزاران سوار آهنین و سپاهیان سبوکسلحه هم همراه او بودند و پیشاپیش او حرکت میکردند در همین حین کراسوس بعد از مدتها حرکت در بیابانهای عراق در اطراف شهر هران اردو زد وقتی او طلایهداران ارتش سورنا رو دید نیروهای خودش رو آرایش داد و به سمت ایرانیان حرکت کردند ارتش رومیان خیلی بزرگ و مهیب بود اما سورنا ترفند جالبی به کار برد او با استفاده از شیوه جنگی پارتیزانی بخش عمده یا سپاه خودش رو پشت صف اول قرار داد تا درخشندگی سلاحها و زره ها باعث شوند رومی ها تعداد واقعی سربازان ایرانی رو تشخیص بدن سربازان سورنا خودشون رو با ردا پوشونده بودن و وقتی رومی ها به نزدیکشون رسیدن با فریادهای وحشت آور و صدای تبل های خودشون اونها رو به وحشت انداختن این ترفند باعث شد که رومی ها به شدت بترسن و گیج بشن سپس ایرانیان یک دفعه رده های خودشون رو کنار زدند و با کلاهخود و زره های فلزی مثل شعله های آتش درخشیدن. کمانداران ایرانی هم به طور ناگهانی به رومیا حمله کردند و نیروهای رومی رو از هر طرف محاصره کردند. اونها با تیرهای خودشون پیاده نظام و سوار نظام رومی رو به شدت گیج و زمینگیر کردند و اجرای هر گونه عملیاتی رو از اونها سلب کردند. سربازان رومی که در صفوف جنگ ایستاده بودند از زخم تیرهای ایرانی به شدت آسیب میدیدند و در واقع اگر میخواستند به ایرانی ها حمله کنند نمی توانستند چون ایرانی ها به طور ناگهانی و با سرعت از جلوی آنها دور می شدند انگار که به صورت غیبی تیراندازی می شد سربازان کراسوس با تمام شدن تیرهای ایرانی از وضعیت مرگبار رهایی پیدا کردند و با خوشحالی به نبرد تن تن با ایرانیا. امیدوار بودند اما سورنا همچنان شتورهای فراوانی با بار تیر همراه ارتشش داشت که تیرهای کمانداران رو تجدید میکرد این به این معنا بود که ایرانیان هرگز از آتش تیرهای خود دست نمی کشند و در نتیجه جنگ برای رومی ها به شدت دشوار و مرگبار خواهد بود در حین نبرد هران پسر کراسوس برای جلوگیری از محاصره سربازانش تصمیم گرفت و سوار نظام و پیاده نظام به یک جناح سپاه ایران حمله کنه اما ایرانیان که به خوبی با تکنیک های نظامی اون آشنا شده بودند به راحتی از پیش روی اونها گریختند و اونها رو مجبور کردند که دنبالشون بیان و تعقیب شن. این یک ترفند قدیمی جنگی بود که ایرانی ها به خوبی از اون استفاده می کردن. ایرانیان در حین فرار به سرعت به سمت شنزار رفتن و گرد و قباری از این ایجاد کردند تا دید رومی ها به شدت کاهش پیدا کنه. این کار به رومی ها اجازه نمیداد که موقعیت واقعی ایرانیان رو تشخیص بدن و باعث می شد که در گمراهی بمانند. ایرانیان از این فرصت که به دست آورده بودند استفاده کردند و با باران تیرهایی که داشتند دستهای سربازان روم رو به سپرهایشان و پاهایشان را به زمین دوختند این تکنیک نه تنها باعث می شد که رومی ها از جنگ ناامید شوند بلکه نیروهای نبرد اونها رو هم به شدت کاهش میداد سواران سنگین اسلحه ایران با نیزهای خودشون به رومی ها حمله کردند و اونها رو به شدت در هم کوبیدند نتیجه این هم املات فاجعه ای برای ارتش روم بود از حدود 3000 سرباز رومی تنها 500 نفر باقی موندند بعد از اینکه ایرانی ها در نبرد حران به خوبی بر رومی ها غلبه کردند، سوار نظام سبک اسلحه ایران به سرعت از دو طرف به سربازان رومی حمله کردند و با حملات سریع و ضربتی اونها رو احاطه کردند. در عین حال سوار نظام سنگین اسلحه ایرانی هم از جبهه مقابل به رومی ها هجوم آوردند و اونها رو به شدت شکست دادند. ایرانی ها بعد از پایان نبرد به اردوی خودشون برگشتند اما رومی ها که شرایطشون خیلی بد بود نتونستن مجروحانشون رو با خود ببرن و مجبور شدن به دجه هران پناه ببرن فردای آن روز ایرانی ها به هران رسیدن و با تاریکی شب تصمیم گرفتن کراسوس و همراهانش رو که از قلعه فرار کرده بودند و به کوههای اطراف پناه برده بودند رو محاصره کنند کراسوس سردار رومی که دید دگر نمیتواند به جنگ و شرایطش خیلی بد بود به ناچار تسلیم سورنا شد حالا سورنا سردار سیستانی و فاتح کراسوس رو که به قلم روی ایران حمله کرده بود تحقیر کرد به طوری که او را سوار بر اسب کرد و در میان بدکاران و زندانیان شهر گرداند تا همگان ببینند که چه بر سر او آمده در نهایت سورنا کراسوس رو اعدام کرد و سرش رو برای ارود پادشاه ایران فرستاد. افسران رومی بعد از شکست در نبرد هرران با حالتی ناراحت و ناامید به سنای روم گزارش دادند. اونها توضیح دادند که سورنا فرمانده ارتش ایران از تاکتیک های جدید و سلاح های پیشرفته استفاده کرده و این باعث شده که ایرانی ها در میدان جنگ به برتری برسند. مثلا عنوان شده در این جنگ هر سرباز سوار ایرانی یک مشک کوچیک آب با خودش می برده تا دچار تشنگی نشه و این باعث می شده که نیازی به استراحت مکرر نداشته باشه پیادگان ایرانی هم با شترها آب و مهمات می‌بردند تا رزمندگان همیشه آماده باشند یکی از ترفندهای جالب ایرانی ها این بود که سوارانشون به نوبت با روش های که داشتن از میدان بیرون میرفتن و استراحت میکردن سواران ایرانی توانایی تیراندازی از پشت سر را داشتند. ایرانیان کمانهایی تازه اختراع کردند که با آنها میتوانستند پای پیادگان دشمن را که با سپرهای بزرگ روبروی آنها ایستاده بودند را به زمین بدوزند شمشیرهای ایرانیان شکننده نبود هر واحد تنها از یک نوع سلاح استفاده می کرد و مانند رومیان خود را سنگین نمی کرد سربازان ایرانی تسلیم نمی شدن و تا آخرین نفس می جنگیدن. این بود که رومیان شکست خوردن و ما گفتیم که سورنا که بعد از ارود دوم شاه اشکانی از نظر ثروت و مقام و شهرت در میان مردم از محبوبیت ویجیم هم برخوردار بود به خاطر پیروزی در جنگ هران او به یک چهره برجسته و محبوب تبدیل شده بود. سورنا در زمان فتح سلوکیه و شکست رومیا تنها سی سال داشت اما به دلیل جوانیش اورد به جای اینکه او را تقدیر کند و پاداش بدهد به او حسادت کرد این حسادت آنقدر شدید بود که ورود دستور قتل سورنا رو صادر کرد مطالعات تاریخی ایران نشون میده که سورنا تنها فردی نیست که به چنین سرنوشتی دچار شده نمونه های زیادی از رجال توانمند و خردمند در تاریخ ایران وجود داشتند که به خاطر ترس و حسادت شاه از محبوبیت آنها میان مردم مورد غضب شاه قرار گرفتند و نابود شدند ممنون که امروز هم همراه ما بودین لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره اگر اشتباهی داشتیم بر ما ببخشین و اگر چیز رو جا انداختیم شما حتما تو کامنت ها اضافه کنید تا درود دیگر بدرود